همینان گرامی، من حسین مهری هستم. برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای بهزاد مشکینیار. در این برنامه آقای دکتر حسن منصور، دکتر اقتصاد، یکی از برجستگان اقتصاد ایران حضور دارند و پرسش های با ایشان مطرح خواهم کرد در ارتباط با کابینه دور دوم ریاست جمهوری آقای حسن روحانی. اما پیش از آن یک پرسشی که اکنون میتوان گفت آن پرسش حاشیه‌ای است. بر صورت اول عرض ارادت کنم خدمت آقای دکتر. سلام آقای دکتر. سلام جناب آقای مفری و سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. جناب علی خوب آقای دکتر حسن منصور؟ به لطف شما قربان، خوبم، مرسی. آقای دکتر، خسران جبران ناپذیر دنیای علم، یعنی فقدان نابغه ریاضی بانو مریم میرزاخانی، بهانه‌ای شد که آقای عبدالکریم سروش در رسای او لب به سخن بگشاید و زخم التیام نیافته دل دانشگاهیان و علم دوستان را تازه کند. بیانات ایشون رو شما شنیدید ای دکتر؟ نظری دارید؟ جناب مهری عزیز، بر حسب تصادف دیدم فرمایشات ایشون رو و نخستین سوالی که در عکس العمل از ذهنم گذشتیم بود که جناب آقای سروش، شما تا کنون چند مریم میرزاخانی رو از زندگی ساقط کرده اید؟ ببینید، واقعا به نظر من گستاخی میخواد که شخصی با تجربه آقای عبدالکریم سروش در رسای یک دانشگاهی برجسته روزخانی بکنند. ما بیانات و درفشانی هایشون رو که در دفاع از کار خودشون، کارنامه آلوده خودشون در زمینه منکوب کردن دانشگاه ها بارها گفتن شنیده ایم، ولی هیچ کدام از اینها برای کسانی که در اون تجربه حضور داشتند از جمله خود من به هیچ وجه موجه نیست و دروغی بیش نیست. ببینید، من وقتی این بیانات رو میشنوم به یاد کاراکتر برجسته شکسپیر میفتم، مکبث، که بعد از ارتکاب اون جنایت به دستان خود نگاه میکرد و میگفت آیا آب هفت دریا برای شستن این خون از دستان من کفایت میکند؟ و بعد پاسخ میداد نه، بیم آن است که این دستان من آب لاجوردی دریاها رو به رنگ خون سرخ کند. آقای عبدالکریم سروش قهرمان نمره اول منکوب کردن دانشگاه ها بودند و به نظر من ایشون آخرین نفری هستند که باید درباره مریم میرزاخانی دهن باز بکنند و برای ایشون روزه بخوانند. به این ترتیب فقط دریغ از یک ذره آزرم. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر منصور. یک سوال دیگه که چند جنبه داره و اون مسئله کسانی است که 2500 میلیارد تومان معادل 720 میلیون دلار به نرخ بازار از سپرده هایشان در مؤسسه اعتباری کاسپین در معرض سوخت قرار گرفت و بر اثر آن زندگی میلیون ها خانوار از هم پاشید. ماجرا از چه قرار است آقای دکتر؟
جناب مهری، این یکی از داستان‌های مربوط به این شرکت‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی است. به عنوان مقدمه بسیار کوتاه عرض کنم مطلبی که دربارش چندین مقاله نوشتم. ببینید، بانکداری ایران که جزو بانک‌های مدرن جهانی بود، یکی از نخستین قربانیان انقلاب اسلامی بود. در کنار دانشگاه‌ها، در کنار نیروی قوه قضاییه مملکت، دادگاه‌ها، بانک‌ها هم قربانی جمهوری اسلامی شد، قربانی جهل و غرض. و اولین اقدامی که عملی شد، بانک‌ها رو به صورت دولتی درآوردن. امروز 7 بانک دولتی وجود داره و این یک فاجعه است. دومین اقدام اسلامی شدن، به اصطلاح اسلامی شدن بانک‌ها بود، یعنی اصول و ضوابط بانکداری به کنار، به عوضش عقود قرون وسطایی فقه نظیر مضاربه، مساقات، مشارکت، بیع العینه و نظایر این قصه های کهنه فرسوده به درد نخور وارد بانکداری شد. به دنبال این، اخذ وثیقه از خودی ها حذف شد در برابر وام، و به دنبال این ارزیابی پروژه که بانک ها وقتی وام میدن پروژه وامگیر رو ارزیابی میکنند، این هم به کنار رفت. در نتیجه خودی ها توانستند میلیاردها تومان، صدها میلیارد تومان، امروز هزارها میلیارد تومان از پسنداز اندوخته های مردم رو بالا بکشند، و چون وثیقه ای در برابر اون وجود نداره، اینها رو پس ندند. و امروز یکی از گرفتاری بانک ها این است که سرمایه شون که در واقع بخش بزرگی از پسنداز های مردمه، در دست این عرض کنم افراد یا جریان ها یا مؤسساتی است که زور دولت به اونها نمیرسه. خب در کنار این قضیه، این بانکداری به اصطلاح اسلامی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی پدید اومد. اینا مؤسساتی هستن که در عمل بانکن، ولی وقتی به اجرای مقررات میاد بانک نیستن، یعنی تابع ضوابط بانک مرکزی نیستن. در نتیجه در موقعیت برتری قرار میگیرن در بازار برای رقابت با بانکهای دولتی. چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی میطلبد که هر بانکی بخشی از سپرده های مردم رو به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذاره، ولی چون اینا مشمول عرض کنم این مقررات بانک مرکزی نمیشن، این پول رو نمیگذارن. نتیجه این است که پول برای این بانک های غیر بانکی، این مؤسسات غیر بانکی ارزانتر تمام میشود. در نتیجه اینا میتوانند بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی، آنجا که امروز بانک مرکزی میگوید 15 تا 18% بهره بپردازید، اینا میتونن 22%، 24%، حتی 30% بهره بپردازن، در نتیجه پولا رو جمع بکنن. این کل داستانه. ولی به طور مشخص شما انگوش گذاشتین روی این مسئله بزرگی که ظاهرا در حدود بیش از 2 میلیون نفر سپرده گذار با خانواده شون، حدود 7-8 میلیون نفر رو در بر میگیره. یعنی داستان بسیار متولی است. اگر خواستید اندکی بهتون توضیح میدم، این بانک یا این مؤسسه اعتباری غیر بانکی مقادیر کلانی از مردم سپرده جمع کرده، و برای این سپرده جمع کردن پشتش به مجوز بانک مرکزی گرم بوده، و از این نظر هم مردم اعتماد کردن، پولاش اونجا گذاشتند. تا در همین سال عرض کنم آقای دادستان تهران، آقای دولت آبادی، یه مرتبه این بمب خبری رو منفجر کردند که این مؤسسه حدود 4000 میلیارد تومان ضرر داره، کم داره. اینجاست که مردم به نگرانی افتادند، رفتن برای کشیدن سپرده هاشون، دیدن که نخیر خبری نیست، یعنی از پولها خبری نیست. در نتیجه این بانک عملا ادعای ورشکستگی میکنه، و پشتش کلی تناقضات، ضد و نقیض‌گویی
از سوی مسئولان درجه اول پولی و مالی کشور از جمله بانک مرکزی. این جان کلامه. سوالهای مشخصی این نظرتون بود خدمتون عرض خواهم کرد که این مؤسسه بنده عرض کنم میدونید که وضعیت ایران در این زمینه ها به ویژه این است که اطلاعات کامل و همه جانبه در اختیارتون قرار نمیگیره. من بخشی از ادعانامه مال باختگان رو دیدم عرض کنم که حرفای به ظاهر بسیار مستندی میگن و بعد ادعاهای بانک مرکزی یا پاسخهای بانک مرکزی و مسئولان پولی مالی کشور رو خوندم و شنیدم که اینها وقتی اینها رو جمع پهلوی هم میگذارید احساس میکنید که انگار توطئه‌ای وجود داره و این توطئه از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه مملکت هم حمایت میشود برای اینکه حدود 2500 میلیارد تومان یعنی رقمی که شما فرمودید در حدود 750 میلیون دلار از پول سپرده‌گذاران بالا کشیده بشه. آقای دکتر منصور، دقیقاً نقش بانک مرکزی در پدید آمدن این بقرنج، این مسئله چه بوده؟ ببینید به صورت مختصر بانک مرکزی در اسفند 1392 با ادغام 8 تعاونی اعتباری در یک شرکت واحد به نام شرکت سهامی عام اعتباری آرمان ایرانیان موافقت میکند. نامه ای در دست است از بانک مرکزی به تاریخ 20 خرداد 1393 دائر بر لزوم انحلال این 8 شرکت و تأسیس شرکت جدید نام برده. این شرکت های 8 گانه عبارتند از شرکت اعتبار فرشتگان، از زهرا، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند و حسنات. این 8 تعاونی قرار شده که به عنوان شخصیت‌های حقوقی موجود منحل بشن و در شرکت جدیدی ادغام بشن با سرمایه اولیه 300 میلیارد تومان. به دنبال این موافقت و اعلام لزوم انحلال و ادغام با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در 22 دی ماه 83 شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان که تا آن تاریخ با مجوز وزارت تعاون کار میکرد موظف میشود که خود رو با ضوابط بانک مرکزی وفق داده و مجوز دریافت کند. قانون 3 راه پیش پای این نوع مؤسسات گذاشته. گفته یا اینها منحل بشن که یه جریان عرض کنم حقوقی داره، یا اینا ادغام بشن. ادغام شدن هم 2 نوعه، ادغام ساده و ادغام ترکیبی. ادغام ساده اونه که اینا در یک بانک بزرگتر خودشون ادغام میشن. ادغام ترکیبی اینه که چندی از اینا رو جمع میکنن میگن شما با هم ادغام بشید، سرمایه‌تون رو هم بریزید. این هم یه جریان حقوقی دیگری داره. سپس این مؤسسه مشترک با مجوز بانک مرکزی به تاریخ 17 بهمن 1394 یعنی تقریبا 2 سال پیش نام خود را از شرکت سهامی عام اعتباری آرمان ایرانیان تبدیل می کند به شرکت سهامی عام اعتباری کاسپیان و در تاریخ این تاریخ مهمه جناب مهری عزیز، برای اینکه در تمام دعاوی وقتی زد و نقیض گفته میشه روی این تاریخ هم بازی میکنن. در تاریخ 27 اسفند 94 مجوز بدون قید و شرط بانک مرکزی برای فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپیان صادر میشود و نام این مؤسسه در جدول مؤسسات اعتباری مجاز بانک مرکزی درج میشود. بانک مرکزی
طی نامه مورخ 27 اسفند 94 مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری رو صادر کرده و به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز در وبسایت خود بانک درج می‌کند. متعاقبا مؤسسه کاسپین نسبت به افتتاح شعب خود در ساختمان‌های تعاونی‌های هشتگانه اقدام کرده و تابلوی رسمی بر سر آنها نصب کرده و تابلویی که میزنه تابلوی کاسپینه و تصمیم خود دائر بر نصب تابلوهای مؤسسه اعتباری کاسپین بر سر درب شرکت‌های تعاونی اعتبار منحل شده رو در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بانک مرکزی هم از مردم برای سپرده‌گذاری در مؤسسات اعتباری و بانکی مجاز دعوت می‌کند. پس ملاحظه می‌فرمایید با تمام این نامه‌هایی که در دست هست بانک مرکزی مجوز داده، این مجوز رو در سایت خودش درج کرده، از مردم هم خواسته که در اینجا سپرده‌گذاری بکنن، برای اینکه این مؤسسه وقتی مجوز داره از پشتیبانی بانک مرکزی برخورداره و در نتیجه مردم به اعتماد بانک مرکزی پولاشون به اینجا میسپارن. و بعد میرسیم به داستان‌های دیگری که اینا خب با طبق مقررات تراز مالیشون با چگونه باشه. برای اینا در اون ادعانامه‌ای که من دیدم ارقام عرض کنم حساب رسا وجود داره که اینا این شرکت در انتهای سال 92 ترازش مثبته، در انتهای سال 94 هم ترازش باز مثبته. چطوری شده که بعد از 8 ماه این شرکت با این تراز مثبت یهویی زیانمند شده و ضرر 4000 میلیارد تومان رو نشون داده؟ ظاهرا در این مدت 7 8 ماه این شرکت به دور از نظر ناظرانه بانک مرکزی به کازینوی تبدیل شده، به قمارخانه‌ای تبدیل شده. ولی قضیه این است که این سهامداران این شرکت که افراد نیرومندی در نظام جمهوری اسلامی هستند، اینها به نظر میرسه که با پشتوانه بانک مرکزی سعی کردن اعتماد مردم رو جلب کنن، پول ها رو جمع بکنن، بعد این رو بالا بکشن، اعلام ورشکستگی بکنن و در نتیجه خب مردم توسل میکنن به بانک مرکزی برای وصول و بانک مرکزی به صورت شگفت‌انگیزی حرفای بسیار متناقض میزنه که باز بخش بزرگی از اونها در این ادعانامه اینها که تسلیم رئیس جمهور و مقامات پولی کشور شده وجود داره. این خلاصه داستان است. آقای دکتر، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واقع دستگاه دولتی دیگه، درست، موضع دولت در برابر مسئله کاسپین چگونه است؟ دولت چه نقشی گرفته؟ ببینید، در درجه اول بانک مرکزی و پشتش بانک مرکزی، طبیعی است که وزارت اقتصاد و دولت در نتیجه این سپرده‌گذاران به حق متوسل میشوند به دولت. عرض کنم بانک مرکزی حرفایی که زده مگر اینکه دلایل بهتری ارائه بکنند، اونی که من تاکنون دیدم به هیچ وجه کافی به نظر نمیرسه. ببینید، بانک مرکزی، مقامات بانک مرکزی اینچنین گفتن. اول گفتن که مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مجوز مشروط بوده و تا زمان انتقال دارایی ها و بدهی های 8 تعاونی نامبرده مؤسسه حق اخذ سپرده جدید نداشته و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی دچار سوء تفاهم شدند. ملزمه فرمید، این به قصه حسین کرد نزدیکه تا پاسخ بانک مرکزی که شما از دیدن اعلامیه من بانک مرکزی در سایت خودم دچار سوء تفاهم شدید، اینا مجوزشون مشروط بود، در حالی که در اون نامه‌ای که در دست است و در سایت‌های خود بانک مرکزی هنوز قابل مشاهده است، در اونجا صحبت مجوز مشروط نیست. گفتن که نکته دوم، بانک مرکزی به کاسپین مجوز افتتاح شعبه اعطا نکرده و این مؤسسه به صورت ستادی از یک اداره مرکزی اداره می‌شده، در حالی که من نامه خود این کاسپین رو که
فرستاده به بانک مرکزی و اونجا گفته است که من تابلوی کاسپیان رو زدم و شروع به سپرده‌گذاری هم کردم. اینو اطلاع داده 7-8 ماه پیش، ولی بانک مرکزی امروز میگه که این اجازه داشتن شعبه رو نداشته، که باز حرفی است که هیچ سندی پشتش وجود نداره. بعد گفته که تغییر تابلوی شعب شرکت‌های تعاونی اعتبار و تعویض دفترچه ها به مؤسسه اعتباری کاسپیان بر حسب دستور مرجع قضایی و بدون هماهنگی با بانک صورت گرفته و از این منظر هیچ مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست. معلوم نیست چه مسئولیتی متوجه سپرده گذارانه. ببینید، بانک مرکزی مجوز صادر میکنه، در سایت خودش مینویسه، بعد یه مرجع قضایی، یه قاضی در خراسان حکم صادر میکنه، عرض کنم اینها و تجویز میکنند که اینا شعبه باز کنند، تابلو بزنن از نر. بانک مرکزی میگه که این با ما هماهنگ نشده، در نتیجه ما مسئولیتی نداریم. خب سپرده گذار از کجا بدونه که فلان قاضی با بانک مرکزی، اگر حکم قاضی خلاف قانونه، این بانک مرکزی است که باید اعتراض کنه، نه سپرده گذار. به این ترتیب پاسخهایی که بانک مرکزی داده تا کنون به هیچ وجه معقول نیست. و بعد از اون البته معاون رئیس جمهور پا میدان گذاشته، آقای حسین علی امیری معاون رئیس جمهور، پشت این مهلکه دست ضد انقلاب رو میبینند، مثل همه داستان ها، که گویا میخواهند این اعتراض ها رو به سطح بانک ها بکشونند و این گونه القا کنن که بانک ها ورشکسته هستند، تا بلکه بحران ایجاد بشود. در نتیجه دوباره دست ضد انقلاب و این داستان در اونجا. ظاهرا چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. اصل قضیه هنوز حل شده نیست که این حداقل 2500 میلیارد تومان، یعنی 750 میلیون دلار پول مردم کجا از کجا با ترمیم بشه؟ مسئولش کیست؟ چه کسی با اینر ترمیم بکنه؟ خیلی تو قوه قضاییه در برابر این مسئله چه موضعی گرفته؟ جالب اینه که قوه قضاییه جناب مهری پشت به پشت و ریش به ریش با بانک مرکزی، عرض کنم، طرحی رو تصریب کرده به تاریخ 28 اردیبهشت 96، یعنی همین جمعه پیش، به نام طرح تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت اعتباری فرشتگان. ملاحظه بفرمایید، اصلا خود این نام مجعول فرشتگان، در سال 96 طبق دستور بانک مرکزی که فرشتگان در 94 منحل شده، دیگه فرشتگان نام اون نیست، کاسپیان نام اوست. در 96 اعلام میکند که از کنم بانک مرکزی و قوه قضاییه در تاریخ 28 اردیبهشت 96 طرحی تصویب کردند به نام طرح تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت اعتباری فرشتگان، و معاون نظارتی بانک مرکزی آقای فرشاد حیدری به تاریخ 5 خرداد 1396 از بخش خبری ساعت 21 شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که سپرده های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود 5600 میلیارد تومان شامل اصل و سود است، در مقابل دارایی های غیر منقول آن با ارزش 1700 میلیارد تومان. یعنی ملاحظه بکنید، بدهی بانک 5600 میلیارد و سپرده های آن، یعنی موجودی های اون، 1700 میلیارد تومان. این بقیه، یعنی 3100 میلیارد تومان کمبود است که ظاهرا باید از سپرده های مردم برداشته بشه و باقی به مردم مسترد بشود. یعنی در این طرحی که بانک مرکزی و قوه قضاییه با هم ترتیب دادند، همون رقم، عرض کنم، طلب مردم جزو سوخت ها محسوب بشه که ظاهرا مسئولش خود سپرده گذارا باید بشن. چه گناهی دارن اونا؟ ملاحظه بکنید تمام چیزهایی که عرض کردم. خوب است که بانک مرکزی اسناد
اصلا که خودش داره بیشتر در اختیار بگذاره تو ببینیم. من تا کنون در چیزهایی که دیدم به نظر میاد که این مال باختگان حق دارند، به هیچ وجه دچار سوء تفاهم نشدند، با خواندن و دیدن و از کنم حتی تایید مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت که حسابهای این شرکت رو مثبت ارزیابی کرده، به حساباشون رسیده، مردم با این اعتمادها جلو رفتن و پولشون گذاشتن اونجا. اگر خلافی در کار این شرکت ها بوده، باید بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی نظام پولی مملکت جلوش میگرفت، نه اینکه سکوت بکنه بعد از یک سال بگه که ما مسئول این قضایه نیستیم، خود مردم مسئولن. آقای دکتر منصور، آخرین پرسش در باب این قضیه این است که دولت و قوه قضاییه با این همه ضد و نقیزگویی بالاخره راه حلی برای وصول پول مال باختگان تدوین کردن، یا اینکه گفتن هر گونه تظاهراتی ممنوع است؟ تظاهرات مال باختگان، ملاحظه بکنید، تظاهر کنندگان رو ضرب و شتم میکنند. در این فیلم هایی که میبینیم نیروی انتظامی رو میریزن سرشون، اینا رو کتک میزنن. خیلی از اینا، اونی که در خبرها هست به گوش میرسه، خیلی از اینا واقعا سقط شدن از زندگی، در نتیجه خانواده ها در معرض پاشیدن قرار گرفته. ولی دولت، آقای رئیس جمهور گفته که ما راه چاره، در فکر چاره هستیم، ولی کدام چاره، چگونه، هنوز چیزی در دست نیست. اونی که دست ماست فقط این طرح مشترک، عرض کنم، نیروی قضایی با بانک مرکزی است که اخیرم است، قدیمی نیست، یعنی مال نیمه های سال، مال اردیبهشت سال 96. ولی بعد از اون جز این حرفای ضد و نقیض که این توطئه دخالت ضد انقلاب، از این حرفا مطلب مشخصی در زمینه این که چه کار باید کرد و این پولهای مردم رو چگونه میشه تامین کرد و در اختیارشون گذاشت، هنوز برنامه ای رو ندیدیم و سخن مشخصی هم نشنیدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. پرسش دیگری دارم. دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران از احتمال توقف برنامه دولت آینده حسن روحانی برای کوتاه آمدن از مهار تورم خبر داد. او گفته است که شرایط کشور به گونه ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند. بله. چه می‌بینید؟ ببین آقای مهری عزیز، اون داستان آشپز که دوتا شد رو، آش چگونه تر میاد؟ ببینید، در ایران، در دولت آقای روحانی، در 8 وزارتخونه مربوط به اقتصاد وجود داره. از این 8 وزارتخونه 3 وزیر عوض شدن، 5 تای سابق باقی میمونن. این 3 وزیر عوض شده عبارتند از آقای دکتر مسعود کرباسچیان شده وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمد شریح مداری شده وزیر صنعت، معدن و تجارت، و مهندس حبیب الله بیطرف شده وزیر، یا پیشنهاد شدن اینا به عنوان وزیر نیرو. اینا هم خب برنامه هایی به اصطلاح برای کارشون ارائه کردن برای تصویر در مجلس. بدون وارد شدن در چون و چند و جزئیاتی حرفایی که ناقیون میزنند، به این نکته که شما طرح میفرمایید پاسخ بدم. ببینید، مقوله تورم و رکود، اینها اگر جدا جدا مطرح بشن، دو تا بیماری، تورم یه بیماری است، بیماری پولی است، رکود بیماری است، بیماری قدرت خرید و تولیده. اینها معمولا دوتا با هم نمیان، دونه دونه مطرح میشن. وقتی اقتصاد دچار رکود شد، جامعه در اون، دولت در اونجا یک دوز از تورم رو تزریق میکنه با افزودن به پول در گردش تا رونق پدید بیاد.
این مطلبی که این آقا اشاره میکنن مربوط به این قضیه است. و وقتی که عرض کنم تورم شدید باشه، دولت بخواد جلوی تورم رو بگیره، اونجا اندکی رکود پدید میاره با کم کردن هزینه های دولتی. در نتیجه هزینه کم میشه، خرید و فروش کمتر میشه، قیمت ها افت میکنه. اما وقتی این دوتا بیماری یک جا بروز بکنند، اسمش هست تورم رکودی، استگنیشن انفلیشن، کوتاه استگفلیشن. این بیماری در 1976 بود که کشف شد، تا این تاریخ معلوم نبود. آمریکا، ایالات متحده و انگلستان هر دو دچار این بیماری بودند، ولی اقتصاددانان این دو کشور که معمولا بزرگترین اقتصاددانان جهان هم هستند تلاش رو میکردن، نمیفهمیدن موضوع چیه. عرض کنم در اواخر این دهه این بیماری کشف شد، معلوم شد که این بیماری اسمش از استگنیشن انفلیشن، توامان استگفلیشن، یعنی رکود تورمی. خب درمانش چیه؟ درمانش دیگه اون نیست. اینجاست که اگر پول زیاد بکنیم جلوی رکود گرفته میشه، تورم منفجر میشه. اگه پول کم بکنیم جلوی تورم گرفته نمیشه، رکود شدت میگیره. در نتیجه نه تزریق پول نه کاستن پول درمان این درد نیست. درمان این درد در درست کردن، اصلاح کردن ساختارهای تولید و توزیعه. از این نظر بود که دو تا دولت، دولت آقای ریگان در آمریکا و دولت خانم تاچر در انگلستان، هر دو به این جراحی ساختار پرداختن دیگه چند سال، و این رو با پیگیری عمل کردن تا در 3-4 سال به نتیجه رسید و این بیماری از این دو تا اقتصاد برخاست. از اون به بعد بیماری شناخته شده است. ببینید ایران الان در این 7-8 سال گذشته که در طی دولت اول آقای روحانی اعلام شده، دچار بیماری رکود تورمی بوده. خب دولت در درون سبک سنگین کرده چیکار بکنیم؟ با رکود اول در بیفتیم یا با تورم اول در بیفتیم؟ در نتیجه برخورد کردن به تورم ساده تره. دولت به تورم برخورد کرده با برقرار کردن نسبی انضباط مالی، یعنی دست دولت رو تا حدودی، نه به صورت قطعی، تا حدودی از صندوق بانک مرکزی بیرون کشیده و در نتیجه تورم تا حدودی مهار شده. این وسوسه در سال چهارم دولت روحانی مطرح شد که ما الان وقت اون است که بیایم اندکی هم رکود کم بکنیم، رونق ایجاد کنیم. برای رونق ایجاد کردن باید پول دوباره تزریق کنیم و این به تورم دامن میزنه. حتی دولتی ها مشاورانشون گفتن که اگر کوتاه مدت و با دقت این کار رو بکنیم اشکال نداره. اندکی هم این کار کردن، ولی نگرانی این بود که دولت وسوسه بشود برای کاستن رکود، دوباره به این جریان تورمی دامن بزند با افزودن به جریان پول. الان این حرفی که این آقا میزنند حرف بسیار بیپایه، بسیار خطرناک، در واقع پنبه کردن تمام رشته هایی است که دولت روحانی در 4 سال تونسته بریسه به باد. میخواد اینا رو پنبه بکنه. حرف بسیار بیپایه، بسیار خطرناک و بسیار جاهلانه است. برخورد کردن به مسئله رکود تورمی در ایران راهکار داره و این راهکارها کاملا مشخصه، هیچ ابهامی وجود نداره. منتها دولت جربوزه برخورد به این رو نداره. عنایت بکنید، برای برخورد کردن به مسئله رکود تورمی باید انحصارهایی که در دست ولی فقیه و سپاه پاسداران هست گرفت و منتقل کرد به بخش خصوصی، ولی دولت چنین قدرت و چنین اقتداری رو نداره. در نتیجه به میخ و به نل میزند علارغم تمام توصیه‌ای که بهش شده. و در تمام این برنامه های این سه وزیر جدید هم که میخونی حرفا فراوون، بگیم جمهوری اسلامی یکی از نظام هایی است که شاید بیشترین حرف رو در تاریخ زده.
بیشترین وراجی ها رو کرده، در هر زمین حرف میزنن. در این چیز هم، در این به اصطلاح برنامه هم کلی مطلب گفتم که هیچ کدام در حد نام برنامه نیست. اینها رو نمیشود گفت برنامه. برنامه معنی داره. درد دل کردن، فهرست دادن از مسائل موجود، امکانات موجود، نقاط قوت و ضعف، این برنامه نیست. برنامه عبارت است از تعیین یه سری مسائل که با هم ارتباط ارگانیک دارند، تعریف اونها، تعریف راه چاره اونها، تخصیص ظرفیت سازمانی، ظرفیتی از اقتدار سیاسی، بودجه زمانی و بودجه مالی به اونها و تعریف کردن راهکار، یعنی پروسیجر. وقتی شما این کار رو تونستین تنظیم کنین، میشه برنامه. در واقع شما وقتی برنامه ای رو اجرا میکنید، یک ناظر میتواند سال اول، 6 ماه بعد، 2 سال بعد وارد بشه، کنترل کنه شما رو، بگه برنامه شما این بود، کجای کار هستید الان. ولی وقتی شما درد دل کردید، 120 تا 100 تا 150 تا نکته رو گفتید، در اونجا هیچ کدوم معلومه شما کدوم از اینا میخواد درست کنید، اولویت ها کدومه، ارتباط اینا با هم دیگه چیه، کدوم سیاست، کدوم راهکار. در اون وسط فقط ترجیبند از تعهد به نظام، تعهد به اخلاق اسلامی، تعهد به عرض کنم فرمان اجرایی اصل 44 قانون اساسی، تعهد به اقتصاد مقاومتی، همه اینها حرفای بیمایه، بیمعنا، متناقض همدیگه. شما نمیتونید برنامه توسعه اجرا کنید و همزمان سوگند یاد بکنید که من پیرو برنامه اقتصاد مقاومتی هستم. اقتصاد مقاومتی برنامه انجماده، برنامه گسترش نیست، در متناقض هم هست. به این ترتیب نمیشود شما هم بگید من در چارچوب قانون اساسی عمل میکنم، هم در چارچوب ششمنداز 20 ساله عمل میکنم، هم در چارچوب اصل 44 عمل میکنم و هم در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل میکنم و هم دنبال پدید آوردن توسعه و برطرف کردن یا اصلاح بازار کسب و کار هستن در امریکا. در نتیجه این برنامه ها به علاوه این فرمایش هایی که این آقا فرمودند، همه مطالب بی ربطی است. آقای دکتر منصور، آخرین پرسش درباره آقای محمد باقر قالیباف، شهردار، آخرین شهردار تهران، شهردار اخیر. بله. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر قالیباف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما به پرسش ها پاسخ داد. بله. و گفت که در واقع چقدر شهرداری طی این 12 سال که اون رو به من واگذار کردن، چقدر قصور داشته و کوتاهی که من در انجام وظیفه داشتم و از همه شهروندان و ملت عزیز عذرخواهی میکنم. کاستی ها را ببخشید و حلالم کنید. خداوند خودش میداند نادر روزهایی پیدا شد که قبل از اذان صبح تا پاسی از شب بیرون از خانه نباشم و به مردم خدمت کنم. در این گزارش آمده است که قالیباف شهرداری را با 60,000 میلیارد تومان بدهی تحویل میدهد. 60,000 میلیارد تومان بدهی. 8 دقیقه وقت داریم. برگون عرض کنم که ببینید اینو از رئیس شورای شهر شنیدیم، این گزارش رو، از نظر کمبودها و اینکه پروژه ها رو ناقص گذاشتن، هنوز برای تکمیل اون پروژه ها اون مقدار پول لازمه. در نتیجه خب بیانات که آقای شهردار عنوان میکنند با سابقه ای که من ازشون به ویژه در
طی این تاریخ شهردار بودنشون نیز در تجربه کاندید شدن برای ریاست جمهوری دیدم، واقعا نباید حرفاشون رو جدی گرفت، برای اینکه یا عمد یا از روی نادانی مطالبی که در زمینه اقتصاد بیان میکنن بسیار بیمایه است، بسیار بیپایه است، حرفای بسیار بسیار نااستوار میزنه. در همون عرض کنم مبارزه انتخاباتیشون مطالبی که گفتن هیچ کدام از اینا حرفای معتبری نبودن، در نتیجه در اتهام زدن دست بسیار باز، زبان بسیار روونی داره. و در این زمینه هم به جای اینکه ما ایراد بگیریم، خب شورای شهر و مسئولان این آمار رو، این ارقام رو ذکر کردن، پاسخ اونها رو بدن و بعد این دوباره از زرنگی هاست که بیاند و به صورت مبهم از مردم از کوتاهی هایی که ممکن است انجام گرفته باشه طلب مغفرت کنند. شما نمیتونید، در حسابداری ما مغفرت نداریم، در اقتصاد معجزه نداریم. فرانسوا پررو از کلام اقتصاددان معروف میگفت که در اقتصاد معجزه وجود نداره، در نتیجه دوتا چهارتا حساب داره، حساب ها رو باید رسید و بعد از اون اگر نقص دیگری هست با ذکر مورد باید از اون عذر خواست. ببینید این زرنگی رو شما مثلا به اون ابراز ندامت بگم یا طلب مغفرت بگم، چون با آقای سروش عنوان شروع کردید بهشون برگردم، یک بار ایشون استغفار کرده، استغفارش هم اینگونه بوده، گفته اگر از من به معنا نقل میکنم، اگر از من خطایی سرزده، اگر یعنی معلوم نیست خطا سرزده باشه، اگر خطایی سرزده من از خداوند بزرگ طلب مغفرت میکنم. از خداوند طلب مغفرت میکنیم، نه از این مردمی که زندگیشون رو ویران کرده، ده ها هزار خانواده رو، جوانها رو، زندگیشون رو سرشون خراب کرده، از دانشگاه ها بیرون کرده به همراه اون باندی که باشون بود، اون وقت از اونا معذرت نمیخواد، نه از خودشون. ولی از ایشون گفت که ببخشید، ایشون گفت که من آمدم دانشگاه رو باز کنم. درسته، این ادعاشون هست، ولی میخوام بگم که حتی اونجایی که مجبور میشود بگوید که ممکنه خطا کرده باشیم، اولا نمیگه چه خطایی، مشخص نمیکنه، میگه اگر خطایی کرده باشم که هیچ معلوم نیست، از خداوند منان طلب میکنم که منو ببخشن، نه از مردمی که قربانی من شدند، نه از این جوانهایی که دوروبر خودمون نگاه کنیم در همین انگلستان و آمریکا این جوانها رو میبینیم، بعضی هاشونو خیلی ازم در ایران سقط شدن. توجه میفرمید؟ من یک نفر نه ده نفر نه خیلی ها رو میشناسم که زندگیشون به هم خورد در این جریان دانشگاهی. از این قضیه بیام بیرون به زمینه صحبت آقای شهردار، غرضم این است که این نوع سخنهای گرد و مبهم گفتن و طلب معذرت خواست کردن، طلب مغفرت کردن، اینا فقط برای شیره مالیدنه، برای اینکه رئیس شهردار وقتی مستعفی است کارش تموم شد باید حسابش رو تحویل بده، بگه چیکار کرده، کدام پروژه ها رو اجرا کرده، کدام ناقص مونده، این درآمدها و هزینه ها با هم میخونه نمیخونه، این حساب رسی بشه، بعد مفاسه حساب صادر بشه، بعد بعد از این ایشان تبرئه بگیرن، حساب پاک بشن برن کنن. چنین چیز ظاهرن انجام نگرفته، برای اینکه رئیس شورای شهر اعلام کرده که ایشون 60,000 میلیارد تومان کمبود دارن. این باید توضیح داده بشه و با این حرفای مبهم و عرض کنم عذرخواهی ها قضیه به جایی نمیرسه. آقای دکتر منصور، چند گرایش اقتصادی در کابینه جدید آقای روحانی وجود داره؟ واقعیت این است جناب مهری عزیز که سخن از گرایش نمیشود گفت، برای اینکه سخن از اصولا اقتصاددانی نمیشود گفت. ببینید شما اگر اصول نظری خودتون اعلام بکنید، بگید من به این مسئله اینطوری نگاه میکنم، یعنی یه اصول نظری رو باز میکنید. در علم اقتصاد امروز، حالا یک علم اقتصاد وجود داره ولی نهله ها، شیبه های برخورد، مکتب ها توش فرق میکنه و این در تمام علوم اینطوریست.
یعنی شما میتونید در علم فیزیک هم عرض کنم یک نظر اینشتین وجود داره، یک نظر فاینمن وجود داره، اینا با هم تعارض هم هستن ولی هر دو هم در جای خود صدق میکنن. چنین چیزی در علم اقتصاد هم وجود داره. من وقتی به بیان این آقایون مینشینم، گوش میدم، میخونم مطالبشونو، هیچ بو نمیبرم که ایشون اصولا از اقتصاد چیزی میفهمن یا نه. برای اینکه شخصی که در ارائه برنامه خودش استنادش به این اسناد به اصطلاح بالادستی، اسناد بالادستی منظور یک قانون اساسی است که موضع اقتصادیش موضع حزب کمونیست اتحاد شوروی است که از طریق حزب توده وارد شده اونجا، عرض کنم که اولویت در اونجا با بخش دولتی است، بعد بخش تعاونی، بخش کوچکترش بخش خصوصی است. این قانون اساسی. بعد اصل 44 که اصل ویرانگر اقتصاد ملی است، در اونجا گفته تمام صنایع بزرگ دولتی است و هیچ شرکت هم، در اصل 81 گفته هیچ شرکت خارجی هم حق ورود به اینا رو نداره. یعنی انجماد اقتصاد ایران، زمینگیر شدن اقتصاد ایران اونجاست. شما اون وقت به این قانون استناد بکنید. بعد چشمانداز 20 ساله نوشتن در زمان دولت خاتمی، این چشمانداز 20 ساله مطلبی حدود 1000 و چند صفحه است. شما در ببینید، خب این برپایه به صورت آشفته برپایه اقتصاد لیبرال نوشته شد. خب اینم یکی از اسناد بالادستی است. بعد فرمان اجرایی اصل 44 قانون رو داریم که در واقع نقض تمام اصل 44 قانون اساسی است، متناقض با اون. این رو هم داریم. و بعد از اون اقتصاد مقاومتی رهبر رو داریم که در واقع اقتصاد بسته زمینگیری است که با تعامل وارد شدن در دنیا و استیفای محل ایران در اقتصاد جهانی که دارن گفتگو میکنن الان هیچ ارتباطی نداره. شما چگونه میتونید به این 4 تا 5 تا سند استناد بکنید؟ بله، به این 4 تا سند استناد بکنید، در این حال بگید که من میخواهم که اقتصاد ایران رو به رونق و عرض کنم توسعه راه ببرم. به این ترتیب شما از مکتب نهله گرایش اقتصادی در نزد آقایون نمیتونید صحبت کنید. یه چیزای ماول اشتراکشونه، همه میخوان فضای کسب و کار رو درست کنن ولی چگونه هیچ کدوم نمیگن که چگونه میخوان درست بکنن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منصور عزیز، موفق باشید. موفق تر. متشکرم قربان. تا گفتگوی دیگری. با سپاس از همیهنان عزیز که به این برنامه توجه فرمودند و همچنین با سپاس از کارگردان عزیز برنامه آقای بهروز خان. شب و روزتون خوش.